دیشب برای شب پس برای شب این دوست شب و پرس نصف شب چی شد که شب شد آخه چی شد که شب شد کوچیکم مخلصم همون همین هنو صبح نشده زور نشده چی شد که شب شد آخه چی شد که شب شد علی بلند شو ده دقیقه دیگه میرسن بچه ها سلام ما برگشتیم با یک ویدیوی دیگه شما بگو درسته شو ولاگ دیگه باری کلا بچه های عزیزم آقا چطوری؟ ما دوباره برگشتیم با قسمت دوم ولاگ همگی که البته صداشو میشنویم نمیخواد بگم اساس کشی سارا خانوم دیگه آره دیگه امروز داریم ما که نه یعنی چیو داره کس میزنی؟ ما همه چیو کس داریم من اینقدر افتن یارو گفتم بایی من میخوام 10 ساعت درایف کنم دستش درد چیو کس میزنی؟ باکسر همه رو داره شست میزن آره گفتم من میخوام 10 ساعت درایف کنم گفتم اونو آزاد چی دونوری کنم دستش درد نکن البته اون لاغرتره چون دو تا لاغر اومدن ما اصلا این اومدن ما گفتیم اینا چه جوری میخوان وسایل از مثلا طبقه دوم ببرن ولی مثلا فکر کنم 18 سالشونه اینا کالج استودنت ان معمولا مثلا کارهای اینطوری میکنن بالاخره کمک هزینه است خیلی هم خوبه واقعا خب داشتم عرض میکردم خدمتتون که ما دیروز دیگه بقیه کارا رو کردیم و جمع جور کردیم و اینا دیشب رفتیم تراک رو گرفتیم که اینجا میبینین با چه داستانی و اینا که همین الان میبینین ما اومدیم این تراک رو برداریم از اون پارکینگی که آدرس داده بودن و اینا یه جا هم بود خیلی دوره به خونه سارا تقریبا یه 40 دقیقه رانندگی کردیم بین اله ی اورنج کانتی جاش اومدیم و اینا حالا یه سری چیزایی مثلا آنلاین تو اپلیکیشنش سارا بعد انجام بده اصلا نمیشه هی ارور میده اینجا هیچکی نیست اینجا فقط یه پارکینگه و این تراکا بعد جالبه موقعی که سارا داشت این تراک رو میگرفت حالا نشونتون میدم چون که سایز مثلا بزرگتر میخواستیم همین یه دونه رو تو کل جنوب کالیفرنیا داشتن دیگه فکر کنم ما چه شانسی آوردیم بعد چه دردسری داشت سر این که مثلا اینو سر وقت بدن هی میگفتن فردا تازه معلوم نیست کی بدیم میگفتیم ما فردا داریم میریم چی میگی بعد از اون طرف با مثلا این کارگرایی که میان وسایل میذارن تو تراک و اینا هماهنگی دیگه خلاصه خیلی داستان بود تا اینکه بالاخره شد اون چیزی که بعد میشد اون تگی بشه قدم جای مخوفیه اینجا که حالا میگه که تراکتون رو بریم پیدا کنین ما خودمون زودتر از هم پیدا کردیم چون این از همه چیز تره بزرگترینش اینه دیگه بعد بریم نگاه کنیم کل دورش اگه جایی زدگی تصادف چیزی داره همین الان بعد بهشون بگیم خب اینجوری که هرکی میتونست بیاد برداره کلیدو خالیه این باید بهش قلط میباشه خب ببین بقیه هاشون هم باز چیزه خالیه قفل بهش نیست دیگه این باید این ریختی باشه باید بهش قفل بسته شده باشه شاید بسه دور ساختمونه بگردیم نیست؟ کجا میتونه باشه؟ دروازه اوه بایی بیستا ما که ندیدیم ولی ممکنه آره؟ نیست؟ شاید این چی هست؟ قفله شاید توی این گذاشتن یه بزن آره دیگه همین خبر اینجا چه پارتی گرفتن؟ دی Hey!
که من نمیتونم بیام بهتون کمک کنم. یا خدا چقدر بزرگه. خب اونو خود باید بری ببندی. دریا بهت میاد علی میپری بالا که مثل قرقی مال اینه باری کلا مثل این بازی های چیز بود فیلم ترسناک ها هی برو دنبال یه چیزی حالا این هم ایشالله بسته میشه دیگه به زودی بریم آقا نباشی من و علی قرار شد با هم بریم سارا هم با ماشین خودش بیا میگه علمش چجوریه بنزین هم نداره خدا بخواه بنزین زدن این ابو تیاره چی میگن بشید ای بزرگ خودش یه داستانی که برای ما چیزی نیستیم که ما فیلم داریم همین الان داشت میگفت چقدر این بزرگه بزرگه چی بگم یه کوچیکه دور بگم ولی سخته ها من گرخیدم الان مثلا ما شاید از اون پارکینگ تا اینجا سه تا کوچه اومدیم دو تا چهار را اومدیم ولی قشنگ خیلی ترسناکه من شاشم فکر میکنم تازه حالا علی رانندگی کرد داشتم فکر میکنم ما کل این مسیر رو چجوری با این بریم راحت بسیار راحت ولی آروم آخه نمیشم اونقدر آروم بریم جایی که همه آره. خیلی تون 65. میرن نه هیچ کفیه راحت نگران نباش 75-80 مایل مرد داداش رئیس کیه رئیس باش بدونن کی داداش ببین آقاهه دو تا کیسه برداشت از تو گاراژ برد تو کامیون بعد ما هی گفتیم این کیسه ها چیه اینا رو ما یادم نمیاد نکنه آشغال بعد علی رفته از آقای میپرسه آقا ببخشید اینا آشغاله ببخشید از بیرون آوردین چه آقای بعد بدونه یارو کف کرد گاربیجت من دادیم به من دیگه من از کجا باید بدونم کیسه های شما کدوم گاربیجه کدوم نیست واقعا؟ اگه بابا نه او مای گاد بیان کنار گفتم بیا یه نگاه کن خدا این علی اینجا رو چیز کرده معلوم نیست چیکار کرده دو روز تو گاراژ بوده من دارم اینجا رو کار میکنم تمیز میکنم فلان میکنم من دیگه باکس ها فکر کنم تمومه یا اگه مونده فقط چند تا دونه مونده دیگه بعدش باید برن سراغ تخت رو باید باز کنن و فلان و بقیه اون چیز گنده مونده ها رو بیارن چی اون توی تلق میکنن؟ شیل چقدر خوشتیپ شدیم بچه ها صدف که تیپ 2030 که زده چرا رو کردی صدف با این با این دقیقا با همین دمپایی این مدلی نه آیاش استندر حالا مرواری که با این نداره جوراباش هم میدن بلندتره نه فالا نمیدونم شما داری در مورد حالایی که این دارم اینم فعلا خونه است که در حال جمع شدنه همه چی به خوبی داره پیش میره دوستانم توی اتاق هم اینم خواهران غریب جاشه خیلی خوبه آقا اینا جاشه ما برسیم بریم تو رخت خواب بخوابیم فردا پاشیم یه پروژه بزرگ برای من که آب خوردنه برای صدف ها نمیدونم شما که مرد جاده آفتابه به دست متوجه نیستم من اصلا رانندگی رو تو جاده یاد گرفتم با این تراک یاد نگرفتم ولی تو این جاده هم یاد نگرفتم تو جاده مثلا دیزین یاد گرفتم خب همین اینقدر کجی کله میری دیگه فدات شم دیروز یاد دیست نگرفتی تو باقالی ها دیشب خیلی گشتم این هم یه مسئله ایه که به هر حال تأثیر داره
سارا گفت بعد اینجا رو بپیچی، من همونجا رو پیچیدم. اونجا دیگه رد شده بودی، من بعدیا میگفتم نه رد نشده، من دیگه از اونجا رد شده بودیم. اگه نه اینو بپیچ یعنی اونی که داره میاد و بپیچ. ببین مثلا پیچ پیچید صدف نپیچ. اگه اینو چهارراه فرض کنی، خب ما دقیقاً وسط چهارراه بودیم. سارا گفتش که اینجا رو هم باید بپیچی. من پیچیدم و میگم خب همون رو میگه. یه کوچولو بود دیگه، همونجا نگو اونجا رو. قابل قبول نیست ولی خب خب تقریبا تموم، تقریبا دیگه این خوردریزه هم که مونده دیگه خودمون میتونیم ببریم دیگه. توی این 4 ساعت طول کشید که اینا رو بردن همه رو گذاشتن تو تراک. تو این 4 ساعت ما خب بیکار بودم دیگه، من نشستم آرایش کردم، گفتم باز برای چی؟ برای چیچیه بصری شما یکم قشنگ باشم، چون دیگه میخوام تو تراک فیلم بگیریم. اون چی بود میخندیدین؟ این چی بود که میخندیدین؟ به چی میخندیدین؟ به این به این سیرتورشیه. یارو میگه من اینو چیکار کنم؟ من گرفتم گفتم این سیرتورشیه. بعد توضیح دادی چیه دقیقا؟ نه گفتم پیکل. اگه مفاجرسه ماشین شد پس بده سارا. چون گفت نشد. دو تا من از اینا داشتم. چند سالشون بود؟ چه نگاهی میکنه علی، گند زدی به سیر توشه من داره. آقا چه گندی زدی؟ این توش همچه گاز جمع میشه، قربونت بدم منو بگی دستم درد میگی، گاز جمع میشه تا گذاشتم زمین ترکید. خوب شد بعد بلایی سر من نیمد، شکار میکردم خوبه. سیراشتن پری تو چش و دماغ و دمی دستش میگوری. شوهرم چی؟ چجوری تو کیزه رفت بود؟ به هر بار تیزه بفهم. خواهش میکنم لوشه جان، چقدر خیارشور میخوری تو علی؟ چه خبرته؟ چون باید بنداز دور آخر بکنم. تو چی میخوری؟ ما دیگه کیسه زباله رو باش سفره درست کردیم همینجوری که میبینید، و حوله هم که زیرمون گذاشتیم. که چرا اینجوری میشه این دوربینه چیزش؟ نگاه کن. کوچیکم بغدست خانم سلام برسون. مخلصم امو حمید. حتما الهی به امید تو. این دنده چجوری عوض میشه؟ پشت فرمونه برم بالا؟ حالا گاز و ترمز رو بگی؟ گرفتم. دیه رو دیه دیگه ها؟ آره. دستی داره؟ آره. خب کو؟ اون پایینه، پاییه. پاییه؟ بزن رو سرش اگر دستی نمیبینی. یا خدا خب کاپوتو واک کردی واقعا؟ کاپوتو واک کردی کاپوتو واک کردی؟ نه نمیدونم. نه بابا دستی بود تو هم نوشته. برو چرا اینقدر این فاصله افتاده بشه؟ خب بالاش میگیره. بیا ایس اوکی دور بگیر احتمالا باید عقب جلو کنم. نه بیا آره دیگه بیا. بپا اینجا رو بپا. خوبه. بیا ردی تو رو له نکنم. چند گاز و ترمزش به هم نزدیکه. ماشین اومد. بودو بیا بای دهنم توش بری برو بریم. ریلکس هیچی نیست. وای
وای سرکاری میرم. من نمیدونم احتیاط کن، این خیلی مهمه چون این یکم از ماشین معمولی چیزتره، پهنتره. حواست به ماشین پارک کرده باشه. برو برو همین خیابون اصلی، برو به سمت بالا. یا خدا چرا گاز میده؟ من گاز نمیدم، خودش گاز میده. ترمز رو بده. دیگه این صبح چون ترمزش ولی ترمزی نیست سنگین شده آخر الان روز بعد نبوده، الان سنگین شده، بعد ما احتیاط کنم. اینا کمپرسیه فکر کنم، ترمزش دیسکی نیست. میتونی یه خود آینه تو به سمت من بدی؟ آینه بزرگه رو به سمت چپش رو بدی تو یه ذره. علمی نداره از اونجا؟ چه علمی داره؟ علی این چیشه هاشم دستیه. این اصل خیلی سفته، خیلی سفته این مردم. یه علمی از اون برداره. حالا تو برو من ببینم چیه دستانش. خب صدف خانم، احوال شما چطوره؟ چطور بود این چند دقیقه؟ اولش حرف نمیزد ولی الان شروع کرده به حرف زدن. اولش میخوای عرقاتو پاک کنی؟ حالا اون این نمال به خودتان دو تاست، این مال منه، اون یکی هم مال منه. اون بعد سرمالایی هستی با سرفت جدی او خود یا خود اینو باید بکشی، این داره با صورت 20 تا جلومون میره. ای بیشون، خب مگه نمیبینی چیز ندارم؟ احتیاط کن، احتیاط کن. ببین کامیون جلوی ما داره با 20-10 تا میره. وای بل ای بل، خواهر هر روز سارا برامون را گرفت، سارا را گرفت. همینجوری تا الی بود یا تا الی، تا سان فرانسیسکو هوای ما رو داشته باشه، همه رو جلوم داریم. چرا کار داستانی که پیش اومده ماشین دنده عوض نمی کنه، داره روی دور 4-5 میره، 4000-5000 مکسیموم 6000 آر پی امش و هر چی صدف گاز میده اون اوتوماتیکی دنده رو عوض نمی کنه. حالا حتی اینجا سرمایینی شد به خاطر اینه، ولی کلمان فشار موتور زیاده. حالا ببینیم چی میشه، شاید تو سربالایی و کپی عوض کنه. یکم غیر به نظر من غیر عادیه. بابا جا این سرمایینی رو رد کن، یه جا بزن بقیم دوباره شروع کن، دوباره بزن در دیگه از یه برسید، یعنی دوباره سرعت رو صفر کن، دوباره بده ریست کنه دندش یه بوکسش، چون همون یه دنده داره میره. دنده رو عوض کرد. اتفاق باحالی که افتاد میدونی چی بود؟ این بود که یهو ماشین یه دفعه ماشین ها زدن رو ترمز و ماشین عقبی ما نمیدونم از اینا یه که خیلی میچسب پشت ماشین ها هم جدای بازی و فلان داشت میومد میزد، بعد صدف کشید تو خاک. حالا این بغلا خاکی نمیشه گفت، تو شونه شونه کشش به قول معروف و یه جورای جمع کرد عقبیه. و واقعا من متاسفم برای راننده هایی که اینجوری میچسبونه، بابا جاده کار جای این کارا نیست. شما چی بذار من داشبورد رو تمیز کنم که خیلی بیشتر طول بکشه. یعنی من فکر نمی‌کردم ما بتونیم با این تروی کنترل بیایم. من الان تقریبا مثلا با 110 میام اوکیه. فکر می‌کردم مثلا ما مجبوریم تا آخر اونجا مثلا با سرعت 70 بیایم. مثلا همین تا ابد تو مثلا 10 ساعت طول بکشه ولی اوکیه. تا در تراک‌های دیگه هم سبقت بگیرم. تمیز کن. شالله بهتره که چشمه هست. گفتی با کدوم بر بودنی؟ سمت چپ سارا زنید. بگو بیا تو با اون بنزه. الو سارا
آره آره ما بنزین هم نداریم. سمت چپ گفتم البته وایز من. شما شنیدین 20 بار بگه؟ دو بار. دو بار بخره برای آدمیزاد کافی. نمیرسه این یاروش دیگه میکشیدن از این برنامه. از بوله کامیون. یه دستی هم میره. میذاره. قشنگ برو خیلی فاصله است چیزه. پی ایزه پارکه میگم چرا راه بعدیش اینه بروخ نمیزنه موقع عقب رفتن که همه متوجه بشن ما داریم یه قرار رد نکنی با کشون آقا عبت دارم چیزی دیگه واکشو که تایه رو چرخه خوبه دیگه اما؟ خوب بریک صدف خانم خسته نباشی ترکوندی خیلی چاکریم علی آقا خیلی خوب عالی آفرین واقعا آفرین زنده باش 3 ساعت و نیم آخه یه کله ببین ما بعد میرفتیم من تقریبا 3 ساعت رانندگی کردم مثل اومده شیشه رو تمیز کنه چی همچی تمیز کردن برو نمیخوایم برو داری بود تشبه بریم که بگیریم از رفتن بیرون چقدر گرمه کیلو خور میخوای چیکار خب بده میخوایم بابا بده به انسان بده کیلو پول بابا آقا وای ما یه دقیقه پیاده شدیم دیگه صاف شدیم بنزین زدیم و فکر کنم حالا سارا جاشو با علی عوض کنه من برم جای سارا علی هم رفتی بده داری فیلم میگیری؟ دیگه نمیگیره نه داره نمیگیره ببین اینو بار کردیم خب آوردیم از مامانم قرض گرفتیم چرا لو دادی؟ بذار بابا دوباره میام از گفتم دیگه بیا بعد از مامانم قرض کردیم که مثلا علی با آفتابه وارد شه این هم مامانم هم جوری دیگه از این استفاده میکنه آفتابه ایشون حق کپی رایتش به ما البته آفتابه بود قبلا که شیلنگ نداشت حق کپی رایت آفتابه به مامان صدف و سارا حق کپی رایت لونگا به سامی لونگا اینا رو سامی, سامی آورد فکر کن سر راه رفتیم استفاده یه جا با سامی قرار گذاشتیم لونگا رو ازش گرفتیم که اینا رو همه رو در راه برگشت با کامیون استفاده آفتابه علی تو رو خدا آروم بری به جای ادا در آوردن حواستو بده به جاده میخوای من جلو برم نه سر بالاییه راست میگی به سر بالایی عشق به روغن سوزی افتادم بیمه فقط بیمه مادر چه بیمه مادر؟ بیمه اول فرض بود تا اونجا که من یادم ما رفتیم آقا مواظب باشی مدافعه خیر پیش خورده بخورده
بخوره. به نظر من که سرکیف پول منو بده آبرو رفته باید کدوم آبرو سرم همین. خب من میگم این چرا انقدر نزدیکه؟ چون زوم شده. درسته که من موف کردم ولی دیگه از این بعد همه هزینه ها با توه. بذار برسی فقط. نه با توه دیگه. نه دیگه من مهمونم همش. آره دیگه تموم شده اون روزا. حالا که میخوای بازدیداتو پس بدی؟ چی بپسن؟ بازدیداتو که میخوای پس بدی؟ خونه آماده نیست. آمادهش میکنی؟ نه خیلی خوبی باشه. یه دونه کار رو بد کردم، شاید هم دوتا. البته واسه یکیش چون شریک جرم دارم تقسیم میشه دیگه، همش تقصیر من نیست. اولیش اینه که دیگه از بعد پمپ بنزین که الان دیدین که تقریبا مثلا یه نیم ساعت فاصله داشت با خونه، دیگه من بچه ها رو ترک کردم و پامو گذاشتم رو گاز. دیگه واقعا نمیکشیدم با سرعت کم بخوام اینجوری پشتشون بیام. یه اینطوری بهشون کردم، گفتم آقا ما رفتیم، شما دیگه میتونین این نیم ساعت مونده رو خودتون هندل کنین و اینا، یعنی مثلا دیگه اسکورت نمیخواد. این یکیش بود و من الان یه چند دقیقه دیگه میرسم، خیلی خوشحالم. دومیش این بود که به مامانم اینا دروغ گفتیم هممون هر ستاییمون که کیران میافتیم، به خاطر اینکه نمیخواستیم نگرانشن. یعنی مثلا ما ساعت 2 را افتادیم ولی به مامانم اینا گفتیم ما ساعت 3 را افتادیم. بعد 3:00 مثلا اینا تا 4 زنگ زدیم گفتیم ما مثلا نیم ساعت پیش اینا را افتادیم. بعد از اونجایی هم که هی گفته بودیم خیلی طول میکشه ما برسیم و 8 ساعت طول میکشه و نمیدونم 10 ساعت طول میکشه و فلان و اینا ما دیر میرسیم، خب احتمالاً مامانم هم فکر کرده بود ما مثلا 12 شب میرسیم دیگه یا خیلی دیر میرسیم خلاصه. ولی ما تو ذهنمون این بود که حتما مامانم الان چه میزی چیده چه ما همه الان گشنه و تشنه قشنگ خسته و اینا یه غذای خوشمزه دلمون خواد. هیچی، به سارا زنگ زدم گفتم ببین میخوای به مامان زنگ بزن بگو که ما داریم میرسیم کم کم مثلا نیم ساعت 45 دقیقه دیگه، که اگه مثلا غذای تدارک دیده دیگه کم کم آماده کنه ما میرسیم. در مامانم خب از اونجایی که هیچ انتظارشو نداشت که ما این موقع برسیم، متاسفانه هیچ تدارکی نداشت. البته ما که واقعا انتظار نداشتیم، ولی گفتش که من الان میدونم میرم چیز میگیرم پیتزا. خلاصه گفتم یه آپدیتی بهشون بدم. سلام جوش، سلام جوش، قربون سرت برم، تو کجا بودی عزیز من؟ اینم جون سلام داکسیتر هستم سام. پدر خونده و مادر خونده. خوبی؟ خسته نباشی. چطوری؟ خدا حافظ. آره نه بذار میشورمش بعد بهتون میدم. ما نمیخوایم بذار خرابش کنیم. سلامات بفرست. اللهم صل على محمد. بله مو خوش اومدی. بله مو خوش اومدی. آقا به میهن خیلی خوش اومدی. جان نثار علی. به خدا علی جون خسته بی بیا من ماچ بکنم. دیوانن اینا. کجا رفتی؟ بله مو. سلام عرض کردم. سلام علیکم. قربان. آقا خیلی معرفتی. معرفت خوش اومدی. شماها کرونا. خوش اومدی. عزیز بده. خوبم معرفتی. سلام عرض کردم. ببرمت خواهی. خیلی خوش اومدی. بدای تو بشم. چونه داده شیفتای تو. سامی اینجوری میکنه میگه این همه گفتی غذا گرفتم چیز گرفتی؟ اصلا تو دعوت مگه داشتی که بی خودی قرعه غذا رو میزنی؟ غذای خونگی پیتزاز بیرون. اصلا مامان من اومد فکر صدای ما میاد اومد ما رو ببینه، دیدین دم دره بهش دازم بیه بعد پیتزا چرا گرفتی؟ سپورت روحیه. من سپورت روحیه. هر چیز بود برداشت امشب به خدا. آره خیلی خوشحالم که بریم. آقا من حرفی که تو ماشین زدم رو پس میگیرم. نمیخوام بگم چی بود، حالا بعدن کسایی که ولاگو ببینن چی گفتی. در راجع ما حرف زدی؟ در راجع به شما حرف زدم. در راجع به مامان غذا و اینا یه. آره من داشتم تو ولاگ میگفتم که ما اشتباه کردیم، به مامانم دروغ گفتیم ما ساعت 10:11 میرسیم، چون اگه گفته بودیم به موقع میرسیم ببین چه غذایی برام میپخت. حالا زنگ زدی میگه ای بابا تو برام پیتزا بخرم، اشتباه کردیم. بعد الان که میزو دیدم دیدم که نه. دستشون در نکنه فرق نداره کی بهشون بگی، واقعا از همینجا بشکنه که نمک نداره. دستو همینجوری
قهوه درست می‌کنی مثلا. میام از این. دیونه بذار و ساده بیم پیشه. کسایی که این کارم میگن بذار پرس نسو. با آچارش. های که آچار همه تو جیبم بذاره.